وقتی در بیابانها، در دل طوفانها، میان دالانهای طولانی و در جاده های پرپیچ و خم و پر استراب زندگی، در پی معنا و مقصد به سادگی گم می شوی، ناگاه هزاران نقطه پرخواهش چون ستاره های چشمک زن تو را به سوی خود می خوانند. اما کدام مسیر تو را به مقصد می رساند؟ GPS. تنهایی یکی از چالش‌های بزرگ انسانه، چالشی که به شکل گسترده‌ای در زندگی مدرن و تار و پود اون تنیده شده. فرقی نداره پیر باشی یا جوان، زن باشی یا مرد، پولدار یا فقیر، ایماندار یا بی ایمان، توی شهر زندگی کنی یا توی روستا، توی کشور خودت باشی و کنار هم زبونات یا مهاجرت کرده باشی و توی کشور و فرهنگ غریبه، تنهایی از کوچکترین روزنه‌ای به درون زندگیمون میخزه. گاهی توی جمعی و احساس تنهایی میکنی، شاید ازدواج کردی و بچه داری اما حس میکنی تنها هستی. با خود فکر میکنی همسرت، بچه هات، والدینت یا دوستان و همکارانت تو رو و تنهایی تو رو درک نمیکنن. شاید چند صد تا فالوور توی اینستاگرام داشته باشی اما بیش از همیشه احساس تنهایی میکنی. شاید هم همسرت رو از دست دادی، طلاق گرفتی یا هنوز ازدواج نکردی. توی هر شرایطی که هستی حس میکنی در دنیای خودت تنها ترین آدم روی زمینی. بله، حق با شماست، اما این تنها ما نیستیم که از وادی تنهایی عبور میکنیم. دیگران هم هستن، با دردها و تجربیاتی گاه مشابه و گاه متفاوت. امروز میخوایم با هم نگاهی داشته باشیم به این حس فرساینده و ببینیم که آیا میشه در وسط بیابان تنهایی یک زندگی پیروزمندانه و پرثمری رو داشته باشیم. پس با ما همراه باشید. تنهایی رو میشه استراب ناشی از جدایی دونست، حس طرد شدن، رها شدن، جدا افتادن و انزوا. به لحاظ علمی میشه گفت تنهایی رنجی هست که فرد زمانی اون رو متحمل میشه که روابط اجتماعی اون نمیتونن نیازهای عاطفی اون رو برطرف کنن. بچه ها از همون بد به تولد و ماهای نخست حس تنهایی رو به اشکال گوناگون تجربه می کنن. هرچه بزرگتر می شن، هرچه بیشتر درک می کنن، با وجود روابط و آدم های بیشتر در کنارشون، به دلایل مختلف و گاه حتی به ظاهر بدون هیچ دلیل خاصی، تلخی لایه های عمیق‌تر حفره سیاه تنهایی رو می چشن. افرادی که طلاق، مرگ عزیزان، مهاجرت و انواع جدایی ها رو پشت سر گذاشتن، میدونن این موضوع تا چه اندازه بر ذهن، احساسات و حتی جسمشون اثر میگذاره. تنهایی اثرات گوناگونی بر جسم و روان انسان میذاره. خیلی از بیماری های مرتبط با روان مثل افسردگی و اضطراب رابطه مستقیمی با تنهایی دارن. احساس تنهایی میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس، احساس پوچی، بی‌معنایی و مواردی از این دست بشه. همه این موارد، چه جداگانه و چه در کنار هم، عامل‌های تاثیرگذار در میل به خودکشی، پرخاشگری، انزواگزینی و اعتیاد هستند. در کنار این موارد، تنهایی بر وضعیت فیزیکی هم اثر می‌گذاره. هرچند بخش زیادی از این اثرات بیشتر روانیه. بر اساس تحقیقات، تنهایی می‌تونه باعث کاهش سیستم ایمنی بدن، افزایش فشار خون فرد، مشکلات شناختی، حافظه و اختلال در خواب بشه. در دوران فراگیری کرونا تقریبا همه ما به خاطر اون قرنطینه‌های اجباری و ماندن در خانه شکنجه تنهایی رو تجربه کردیم.
تا جایی که در دوران کرونا در همین امریکا رئیس بهداشت فدرال تنهایی رو یک اپیدمی ملی اعلام کرد. اما آیا تنهایی مختص به یک زمان خاص و دوره خاصه یا میشه رد پای اون رو در کتاب مقدس نیز پیدا کرد؟ واقعیت اینجاست که تنهایی به تاریخ انسان گره خورده و از همون ابتدایی ترین صفحات کتاب مقدس میتونیم روایت تنهایی زنان و مردانی رو با هم دیگه ببینیم که اتفاقا خیلی از این زنان و مردان قهرمانان ایمان بودن. جالبه، اینطور نیست؟ پس بیاید با هم دیگه نگاهی به این روایت ها بندازیم. همه ما ابراهیم رو به عنوان پدر ایمان میشناسیم، اما تنهایی رو میشه در زندگی اونیز مشاهده کرد. به طور مثال مهاجرت، زمانی که او از اور کلده مهاجرت کرد، کلام خداوند در عبرانیان اینطور میگه: در سرزمین موعود همچون بیگانه‌ای در دیار غربت خانه به دوش گردید. از سوی دیگر تا سالها او فرزندی نداشت و در واقع وارثی نداشت و میشه گفت که خودش رو تنها احساس میکرد. یوسف رو در نظر بگیریم. عزیز دردانه پدر به ناگاه خودش رو ته چاهی میبینه که برادران خودش او رو به ته اون چاه انداختن. یا زمانی رو که به عنوان برده فروخته میشه در نظر بگیرید، احتمالاً او خودش رو تنها ترین فرد روی زمین میدونست. اما داوود چطور؟ پسر نوجوان چوپان، کوچکترین در میان برادران خودش. با کشتن جولیات در میدان نبرد، داوود تبدیل میشه به مشهورترین سلبریتی در اسرائیل. وارد کاخ پادشاه میشه، داماد او میشه و تبدیل میشه به صمیمیترین دوست پسر پادشاه. و شاید او فکر میکرد که او خوشبختترین مرد روی زمینه، اما یک شبه ورق برای او برمیگرد. داوود فرار میکنه و آواری کوه و دشت و بیابون میشه و پناهگاه او میشه غارها و شهرهای بیگانه. چرا؟ چون پادشاه قصد کشتن او رو داره و حتی به جایی میرسه که دوستان و همراهان نزدیک خودش در اوج استیصال تصمیم میگیرن که سنگسارش کنن. بله، میشه نمونه های بسیاری رو در دل روایات کتاب مقدس پیدا کرد. موسی، روت، نعومی، ایلیا، ارمیا، پولس، مریم و بسیاری دیگر. اما برجسته‌ترین نمونه خود خداوند ما عیسی مسیح. بله، شاید تعجب کنید، اما عیسی مسیح خداوند تنها ترین انسان تاریخ بشریت بود. اوج این تنهایی صلیب افراشته در جلجتا بود که بی نهایت ژرف‌تر و تاریک‌تر از چاه یوسف بود. در آن لحظه وحشتناک و غیر قابل درک تنهایی حس می کرد که نه فقط محبوبان و یارانش، بلکه پدر آسمانی هم او را وانهاده و ترک کرده است. ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ دوستان عزیزم، عیسی مسیح نه تنها تمام ابعاد تنهایی ما رو درک میکنه، بلکه با مرگ و قیام خودش قدرت گناهی رو در هم شکست که موجب بیگانگی ما با خدا و عامل اصلی تنهایی ما بود. کلام خداوند در افسوسیان 2:19 چنین میفرماید: پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو خانواده خدایید. تنهایی رو نمیشه فقط از عوارض جهان مدرن یا نتیجه سوشال مدیا و نظایر اون بدونیم. در واقع شروع تنهایی رو میشه در روایت سقوط دید. اون چه که در سقوط در نتیجه گناه رخ میده، باعث شکلگیری سه نوع بیگانگیه. اولین و مهمترین مورد، بیگانگی انسان از خداست. این همون جاییه که آدم خودش رو از حضور خدا پنهان میکنه و شکست رابطه صمیمانه و نزدیک انسان با خدای تثلیث زیربنای عامل دوم، یعنی از خود بیگانگیه.
انسان هویت خودش رو گم میکنه. برای همینه که پیوسته سعی داره معنا و هویت و هدفش رو در چیزهای بیرونی از جمله روابط جستجو کنه. اما در نبود دو رابطه اول و تحت تأثیر گناه و سقوط انگیزه های انسانی ببینیم که در بسیاری از موارد انسان دچار بیگانگی نسبت به هم نوع خودش و حتی سایر خلقت میشه. این سه نوع بیگانگی در کنار هم نه فقط معرف تنهایی انسانه، بلکه علت اصلی شکست انسان در زمان تنهاییش هم هست. خدا انسان رو شبیه به خودش آفرید و یکی از زمینه‌های این شباهت خاصیت اجتماعی ارتباطی انسانه. انسان نیاز داره که با خداوند و با انسان‌های دیگه در تماس باشه. بسیاری به اشتباه فقط بر یکی از این جنبه‌ها تاکید می‌کنن، یا ارتباط با خدا رو فقط کافی می‌دونن یا ارتباط با انسان رو، در صورتی که هر کدوم از این جنبه‌ها بسیار حائز اهمیت هستند. وقتی خدا آدم رو خلق کرد، او ارتباطی کامل و بی‌واسطه با او داشت. اما جالبه که در پیدایش فصل 2 کلام خداوند چنین می‌فرماید: نیکو نیست که آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او می‌سازد. با این وجود، زیربنای تمام روابط ما، رابطه ما با خالق ماست و درک هویتمون بر اساس این رابطه. ما در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که هنوز از اثرات گناه رنج میکشه. اگه به زندگی واقعی نگاه کنیم، خواه نخواه تنهایی یعنی شکست حلقه اتصال فیزیکی و عاطفی با دیگر انسانها رو تجربه میکنیم. مرگ و توقعات و ضعف‌های انسانی مثل خودخواهی، غرور، طمع، دروغ و نظایر آن موجب سرخوردگی و جدای ما از دیگران میشه. اما چه چیزی باعث میشه که ما قدرتمند باشیم و هدف اصلی و هویت اصلی خودمون رو فراموش نکنیم و در اوج تنهایی بتونیم زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشیم؟ بله، پاسخ رابطه حقیقی، صمیمی و دائمی با خداوندمون عیسی مسیح. بیاید برگردیم به زندگی یوسف. به خاطر اطاعتش از خدا به سیاه‌چال میفته، اما به جای انتخاب انزوا و تنهایی، به خاطر اعتمادش به خدا و داشتن رابطه صمیمانه با او، مورد لطف رئیس زندان و همه زندانی ها قرار میگیره و تبدیل میشه به یک فرد بسیار تاثیرگذار در اون مکان، که همین امر باعث میشه که نقشه الهی در زندگی او تحقق پیدا کنه. در رابطه با داوود هم همینطور. میبینیم در مقطعی از زندگی به خاطر ناامیدی و یأس حتی اطرافیان او میخواستن که او رو سنگسار کنن. داوود خیلی به راحتی میتونست ناامید بشه تا جایی که حتی به فکر خودکشی بیفته. اما او انتخاب کرد، همینطور که کلام خدا میگه، که خود رو در حضور خدا تقویت بکنه. با داشتن امید و رابطه صمیمی با خداوند ایمان خودش رو تقویت کرد و تبدیل شد به یکی از قهرمانان ایمان. همه ای ما در زندگی تنهایی رو میچشیم. دوره ها و فصل هایی در زندگی هر کدوم از ما وجود داره که دوچار تنهایی میشیم. اما میتونیم دو گزینه رو انتخاب کنیم. میتونیم در تنهایی بمونیم، انزوا رو انتخاب کنیم، منفعل بشیم، دچار افسردگی بشیم، یا دور خودمون دیوار بکشیم و شروع کنیم به غرغر و شکایت. اما یه راه دوم هم وجود داره. میتونیم با وجود شرایطی که در اون هستیم، خودمون رو با کلام و مشارکت با افراد امنی که قضاوتمون نمی کنن تقویت کنیم. مهمتر از اون، ما به رابطه پویا و صمیمی با خدا نیاز داریم. میتونیم در شرایط تنهایی مدام این حقیقت رو به خودمون یادآور بشیم که عیسی هم از تاریک ترین وادی ها عبور کرد. ما کاهنی نداریم که نتونه درد و تنهایی ما رو بفهمه و درک کنه. اون خودش عمیق ترین لایه های تنهایی رو تجربه کرده.
برای همین وقتی که ما هم از این مسیر عبور میکنیم، در واقع اون درون برزخ همراه ما هستش. بله، باید بدونیم که خدا همیشه همراه ماست. همونطور که داوود هم در اوج بحرانهاش میگه حتی اگر در حاویه بستر به گسترانم، خدا اونجا با منه. زمانی که به این مرحله میرسیم، به جای دلسوزی برای خودمونو به دنبال مقصر گشتن، باید رابطه‌مون رو با خدا تقویت کنیم و از چاه تنهایی بیرون بیایم. اجازه بدید یه مثال بزنم. فردی رو در نظر بگیرید که همسرش رو از دست داده. طبیعتاً این خلا و حفره بزرگی در زندگیشه. طبیعیه که این فرد برای گذر از اوج درد و تنهاییش به زمان نیاز داره. اما قرار نیست در این دوره اندوه و اشک و تنهایی و حتی گاهی شک و خشمش باقی بمونه. اون بعد از مدتی شروع میکنه با دیگران مشارکت کردن و از این طریق خودش رو هم احیا میکنه و تسلی پیدا میکنه. از مخفیگاه خودش بیرون میاد و در ادامه زندگی میفهمه که میتونه به دیگرانی که از این مسیر عبور میکنن کمک کنه. اینجاست که فرد از درد خودش مرهمی برای زخمهای دیگران میسازه. این کار دوتا اثر داره. در واقع این فرد نه تنها به دیگران کمک میکنه و عامل احیا و شفا و تسلی دیگران میشه، بلکه به جای موندن در غار تنهایی وارد اجتماع میشه و خودش رو دیگه تنها و شکست خورده نمیبینه. دوستان عزیز و محبوبان خدا، خواست خدا تنهایی ما نیست. او نیاز ما رو میدونه، احساس ما رو درک میکنه، اما دعوت خداوند از ما اینه که در باطلاق تنهاییمون باقی نمونیم. او میخواد ما رو تقویت کنه، به ما انگیزه و هدف بده. دعوت خداوند اینه که به واسطه فیضش ما خودمون عامل احیا باشیم. میتونیم مثل رابطه روت و نعومی با اهمیت دادن و احترام گذاشتن به پیوندهای خانوادگی نه فقط خودمون از تنهایی بیرون بیاییم، بلکه عزیزانمون رو هم از چاه تنهایی بیرون بکشیم. میتونیم با کم کردن توقعات و توبه از خودخواهی ها روابط دوستانه پرثمر و عالی بسازیم. میتونیم در کلیسا با ایمانداران دیگه مشارکت کنیم. میتونیم با قدرتی که خدا میبخشه شاهدان احیا و پادشاهی خدا باشیم. بله، میتونیم به عنوان یک مأموریت مهم به کسایی که احساس تنهایی و رها شدن میکنن کمک کنیم. اونا هم به رابطه با خدا و رابطه محبتانه و مملو از عشق و بخشندگی دیگران نیاز دارن. این من و شما هستیم که با کمک روح القدس میتونیم دیگران رو در مسیر همون شفایی قرار بدیم که عیسی وارد زندگی ما کرده. میتونیم حس خانواده رو به کسایی ببخشیم که خانواده ای ندارن. امید رو به اونایی ببخشیم که نوری تو زندگیشون نمیبینن. و لبخند رو بر لبهایی بیاریم که مدت هاست در سکوت و تنهایی به هم دوخته و بسته شده. درست در همین لحظه است که میبینیم دیگه تنها نیستیم.